حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد عملکرد شاگردانش تو آلبانی صحبت کرده. درود خدمت همراهان. در سالهای اخیر کشتی فرنگی ایران از لحاظ مدال‌آوری و افتخار آفرینی عمل کرده به مراتب بهتری از کشتی آزاد داشته. فرنگی کارا در دو المپیک اخیر موفق به کسب 3 مدال طلا شدند، در حالی که آزاد کارا خیلی وقته که در حسرت طلای المپیک موندن و تو مسابقات جهانی هم به مراتب وضعیت فرنگی بهتر بوده. اخیراً و تو مسابقات آلبانی فرنگی کارا ابتدا تو رده زیر 23 سال موفق به کسب 3 طلا و 4 برنز شدند و بعد در 4 وزن غیر المپیکی بزرگسال 1 طلا و 1 نقره کسب کردند. حالا حسن رنگرز سرمربی موفق تیم فرنگی ایران در اقدامی قابل توجه و کم سابقه در مورد عملکرد شاگردانش تو این مسابقات گزارش مفصلی ارائه کرده. گزارشی که پژمان درستکار از تیم آزاد هم باید ارائه بده تا مشخص بشه دلیل مشکلات تموم نشدنی کشتی آزاد ایران چیه؟ رنگرز تو ابتدای صحبتهاش عمل کرده کشتیگیرای ایران تو مسابقات جهانی زیر 23 سال رو تشریح کرده. وزن 55 کیلوگرم علی احمدی وفا در مسیر روند روبه رشد خودش که به قهرمانی جوان جهان رسید، متقابل قهرمان جوان جهان شد و در نهایت قهرمان امیدهای جهان شد. بسیار کشتیگیر با استعدادیست، نوید روزهای درخشانی رو برای این کشتی که میتونیم به علاقمندان کشتی بدیم. به همین دلیل بنا داریم که عملا دیگه جلوی کاهش وزن بیروی و مکررشون رو بگیریم. از این به بعد علی احمدی وفا در وزن 60 کیلوگرم حضور خواهد داشت در چرخه خودی میگه هم قطعا با توجه به سوابق و افتخارات این کشتی شرایط خاص و ویژه‌ای رو ملحوظ نظر خواهیم داشت. در 60 کیلوگرم محمد مهدی غلامپور نماینده شایسته قهرمان جوان جهان شد، حضور موفقی داشت که دو ایراد فنی داشت، اختلاف سنش هست، ولی آن چیزی که عدم نتیجه گیری قهرمان خوب رو در 60 کیلو رقم زده کاهش وزن بیروی است. پیشنهاد ما این بود که ایشون نه در 63 کیلوگرم بلکه در 67 کیلوگرم میتونه ابد قهرمان خودش رو طی کنه. استعداد فوق‌العاده‌ای در 63 کیلوگرم عرفان جکی تونست در دو رقابت هم در جوانان جهان هم در امیدهای جهان دو برنز ارزشمند کسب کنه. استعداد بسیار خوبی است و اینجا هم با شگفتگی تونست عنوان برنز رقابت رو کسب کنه. در 67 کیلوگرم عمل در مسابقات با دو طلای جوانان جهان، یکی در استعدادهای فوق العاده مستقیم سید اسماعیلی، نگرانی ها و دغدغه‌های ما رو در 67 کیلوگرم عملا مرتفع خواهد کرد. قهرمان شایسته و اخلاق مدار ماست. در 72 کیلوگرم دایال سرابی در اوج شایستگی به سبب یک لحظه قفلت در مقابل حریفی که نداشته تونسته او رو پشت سر بگذاره، به حریف ارمنستان غافلگیر شد و در شایستگی دایال کم نمی کنه. این تجربه ارزشمند در آینده میتونه برای دایال سرابی بسیار مؤثر و مفید واقع باشه. اگه به جدیدترین اخبار و حواشی جدید دنیای کشتی علاقه‌مندین حتما ویدیو رو لایک کنید. در هفته دفتر علی اسکو در وزنی که بنابرای کمی به کیفی که سختری روزانه رقابت‌های جهانی است به شایستگی تونسته برنز المپیک رو برنز امیدهای جهان رو کسب کنه. حتما کنار علیزه عبدولی دو استعداد خوب ما خواهم بود که تلاش می خواهد بکنه ماها رو حفظ و نگهداری بکنیم و چرخه انتخاب تیم بگیریم. در 82 کیلوگرم محمد ناموسی بعد از چند سال وقفه تونست شایستگی ها و توانمندی های فنی خودش رو به اثبات برسونه. کسب نشان طلا برای محمد ناموسی کسب 2019 عملا وقفه جدی در نتایج و در موفقیت هاش در عین شایستگی اتفاق افتاد. تونسته و میتونه یک افق روشنی رو برای این وزنی که در گذشته علیرضا محمدی ملی پوش این وزن به کسب مدال کرد عملا برای ما یک چشم روشنی رو انشاءالله به تصویر بکشه. 87 کیلوگرم یاسین یزدی بعد از دو سال دوری از درون رقابت‌های انتخابی تیم ملی پوش این وزن کشتی بی‌نهایت خوبی رو با بیسلتروف
مدال دار المپیک برگزار کرد، ولی کن در دو کشتی دیگه در عین شایستگی علارغم برتری فیزیکی و فنی توی صدم‌های ثانیه با قفلت پوان‌هایی رو از دست داد که نتونست جبران کنه. یاسین یزدی نمونه است از استعدادهایی که وقتی خارج از فضای اردویی میمونن و بعد از رقابت‌های جوانان جهان عملاً رقابت رسمی رو حضور پیدا نمی‌کنن، علی‌رغم شایستگی نمی‌توانن به نشان و به مدال برسن. اهمیت برگزاری اردوها و حضور در تورنمنت‌های مختلف در عدم نتیجه‌گیری یاسین یزدی علی‌رغم توانمندی فنی به وضوح دیده شده. در 97 کیلوگرم شایان حبیب زاره با توجه به حضور طولانی مدت در اردوهای تیم‌های ملی و تمرین با هادی ساروی، منهای کشتی با ابوبکر خسروخانوف بلاروسی در برنامه کشتی‌ها فوق‌العاده ظاهر شد. یک پشتوانه بسیار خوب در کنار هادی ساروی خواهد بود و تونست مدال برنز رو با کشتی بسیار خوبی که کسب کرد نشون بده. در 103 کیلوگرم هم فردین هدایتی همانطوری که قابل پیش بینی بود یک کلاس فنی و یک سطح فنی فراتر از امیدها رو نشون داد. حریفان خودش رو به امتیاز عالی فنی شکست داد و نشون داد که یک پشتوانه بسیار خوب در 103 کیلوگرم خواهد بود. قطعا رقابت امین میرزازاده و فردین هدایتی به هر دوی این سرمایه فنی کشتی ما کمک موثر خواهد کرد برای اینکه بتونن عزیزی که شایسته تر هست در صورت ملی پوش شدن بتونه بر سکوی نخست رقابت های جهانی تکیه بدن. رنگ رز در صحبت های خودش از پویا دادمرز کشتیگیر وزن اول ایران هم تمجید کرده و البته انتقاداتی هم از این کشتیگیر داشته. رنگ رز ایبایی از این نداشته که دادمرز رو جانشین حمید سوریان معرفی کنه. وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز با توانمندی و قابلیت های فوق‌العاده‌ای که داشت، با تجربه و با زیرکی و با یک کلاس فنی جدید تونست عنوان برنز خودش و عنوان سومی خودش رو به نقره رقابت‌های جهانی تبدیل کنه. کشتی بسیار نزدیکی رو با الدانیز عزیزی قهرمان پر افتخار آذربایجانی برگزار کرد. استراتژی خوبی رو اتخاذ کرد، ولی که در نهایت مسئله که برای پویا عزیز وجود داشت این بود که خیلی دیر به اردوهای آماده‌سازی اضافه شد. شرایط بدنی مناسبی رو هم این قهرمان خوبمون متأسفانه در روزهای ابتدای اردو نداشت، ولی پویا دادمرد میتونه یکی از قهرمانان خوب وزن اولی ما باشه که جا به شایستگی جا پای قهرمان و اسطوره و جنرال کشتی فرنگی حمیدجان سوریان بگذاره. قطعا 4 سال پر افتخار رو پیش روی خواهد داشت. یکی از کشتیگیران ایرانی که تو مسابقات آلبانی موفق به کسب مدال نشد، ایمان محمدی در وزن 63 کیلو بود. محمدی سابقه قهرمانی امیدهای جهان و جوانان آسیا رو داشت و در رده بزرگسال هم یک قهرمانی و 2 برنز قهرمانی آسیا رو کسب کرده بود. ایمان سال گذشته تو جهانی در دور دوم شکست خورد و حذف شد، ولی امسال میتونست به مدال برسه. اما کشتی جنجالی با نماینده روس همه برنامه هاش رو به هم ریخت. رنگرز در این باره گفته: در 63 کیلوگرم ایمان محمدی کشتی اول حریف قزاقستانیش رو با اختلال شکست و در کشتی دوم همونطور که مردم خوب ما دیدن به خاطر وقفه‌های طولانی که به سبب خونریزی یکی از اعضای صورت قهرمان روسی اتفاق افتاد، کشتی با وقفه‌های مختلفی مواجه شد. بله، و وقفه در کشتی قوانین و مقررات خاصی ناظر بر این اتفاق هست، ولی حواشی این کشتی خود داشت که به نظر من داور بایستی با قطعیت بیشتری برخورد میکرد، کما اینکه حریف روسی و کادر فنی روسی از این حربه کاملا استفاده میکردن تا کشتی روس، علی‌رغم اینکه بعد از دقیقه 2 کشتی عملا به نوعی
تحلیل رفت، ولی این وقت به خوب بهش کمک کرد که بازسازی بشه. ایمان محمد کوچیکی بسیار شایسته است، قهرمان جوانان جهان، قهرمان امیدهای جوان، یکی از آینده سازان کوچی فرنگی ماست. ولی نکته ای که در مورد ایمان وجود داره، علارغم توانمندی فنی فوق العاده اینه که ایمان بایستی همین تلاشی که نسبت به برطرف کردن ضعف‌های فنیش به ویژه در خواب داشت و همین تلاش رو با برنامه و با جدیت ادامه بده. قطعا ما در آینده از ایمان محمدی بسیار خواهیم شنید. دو کلیدام گزای گلی کوچیکی با افتخار ما کوچیکی که 4 مدال طلای جهان المپیک داره نسبت به حریف امریکایی خودش هم غافلگیر شد، هم احساس میکنم با یه نگاه دیگری گام در سر رقابت ها گذاشت. انقدر حریف و کلاس فنی رضا بالا بود که رضا با این ذهنیت رفت که حریف رو کمتر از 3 دقیقه 8-0 بکنه. متاسفانه اشتباهات تکنیکی و تاکتیکی مکرری در این کشتی اتفاق افتاد. به طور مشخص 4 امتیازی رو که رئیس تشک هندی باید به رضا میداد و به سبب کمرگیری که او انجام داد و به نادرستی بحث استفاده از پا رو مطرح کرد، روند کشتی رضا گرایی رو در 3 دقیقه 2 کلن به هم زد. رضا گرایی قهرمان بزرگیست، به نتایج افتخاراتش احترام میگذاریم، ولی که در این رقابت ها دور از انتظار متاسفانه ظاهر شد. جنبندگی های مختلفی رو به لحاظ فنی داشتیم. اون چیزی که در مورد رضا میتونم بگم این که با قابلیت های فنی که داره، با اراده و انگیزه‌ای که در رضا من میبینم، قطعا میتونه افتخارات گذشتهش رو تکرار کنه، ولی که مستلزم رفع نقاط ضعفش است، به طور ویژه در خاک در شرط وزنی جدیدی که نیاز به کاهش وزن هم نخواهد داشت. نظر شما در مورد صحبت‌های حسن رنگرز چیه؟ به نظرتون کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هم شهامت این رو داره که به همین شکل در مورد عملکرد تیم ملی صحبت کنه؟ یا همچنان پروژه گردن نگرفتن نتایج از سمت رفقای آقای دبیر قرار ادامه داشته باشه؟ حتما این پایین در قسمت کامنت ها برام بنویسین و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما هم میتونین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین.